در حالی که مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق اتمی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 نیمه شب سه‌شنبه 11 فروردین ماه به پایان رسید، مذاکرات طرفین روز چهارشنبه اثر گرفته شد. مذاکرات گروه‌های کارشناسی و وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان از صبح امروز آغاز شد و مقام‌های ایران، بریتانیا و روسیه از رسیدن به توافق اولیه و اصولی در مذاکرات خبر دادند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در شهر لوزان سوئیس اعلام کرد ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق اولیه شامل همه موارد اصلی به عنوان مقدمه‌ای برای حل نهایی مسئله دست یافتند. به خاطر نشان کرد که تدوین توافق در چند ساعت آینده صورت خواهد گرفت. این سخنان پس از آن ابراز شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشرفت مذاکرات را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت راه حل اکثر موضوعات کاملا مشخص شده و از امروز باید نگارش متن توافق شروع شود. آقای ظریف در نخستین ساعت روز چهارشنبه گفت پیشرفت‌های خوبی در صحبت‌ها بوده، اما تصمیم گرفتیم بقیه کار را از صبح چهارشنبه از سر بگیریم و امیدواریم بتوانیم به نتیجه برسیم. به در پاسخ به این پرسش که چهارشنبه بیانیه مشترک صادر می‌شود گفت احتمال صدور بیانیه خوب است. نشست‌های امروز چهارشنبه در لوزان با مذاکره فنی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در هتل بوریواژ این شهر آغاز شد. گفته می‌شود مواردی از تحقیق و توسعه همچنان مورد اختلاف است که رایزنی بلند پایه‌ترین مقامات انرژی اتمی کشور با هدف برطرف کردن آنها انجام می‌شود. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در مورد نشست صبح چهارشنبه گفت نسبت به پیشرفت در مذاکرات امروز صبح خوشبین هستم، اما این در صورتی است که ایرانیان حاضر باشند بر سر مسائل باقی مانده به انتظارات ما پاسخ دهند. آقای هاموند گفته است دلیل توقف مذاکرات در شب گذشته خستگی مذاکره کنندگان بود تا بتوانند صبح چهارشنبه سرزنده به مذاکرات بازگردند. به افسود ما به یک چارچوب تفاهم اصولی رسیده ایم، اما هنوز مباحث کلیدی چندی باقی است که باید حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت چینی شرکت کننده در مذاکرات لوزان یک پیشنهاد 4 ماده‌ای را برای پیشبرد مذاکرات عنوان کرده است. می گفته این خبرگزاری هیئت چینی گفته است که باید در حل و فصل پرونده اتمی ایران به شورای امنیت نیز نقشی محول شود. همزمان یک منبع در هیئت آلمانی در لوزان به خبرگزاری رویترز گفته است هنوز توافقی صورت نگرفته است، اما حصول یک توافق در صورتی که دو طرف حسن نیت داشته باشند امکان پذیر است. شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشاوران کلیدی امنیت ملی خود تشکیل جلسه داد تا جزئیات مطرح شده در مذاکرات را بررسی کند. برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای که روی وبسایت رسمی کاخ سفید قرار گرفت نوشته است امشب رئیس جمهور یک تلکنفرانس ویدیویی با اعضای امنیت ملی خود ترتیب داد. به نوشته میهان، اوباما از روند رایزنی‌های هسته‌ای جاری میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر لوزان سوئیس مطلع شد، در حالی که خبرگزاری‌های حامی دولت در ایران بر رسیدن به تفاهم اصولی در مذاکرات تاکید می‌کنند منابع نزدیک به تندروها برخوردی محتاطانه در پیش گرفتند. خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران است، یادداشتی منتشر کرده که میگوید توافق نهایی باید صراحت، قطعیت و ضمانت داشته باشد و برگشت پذیر باشد. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد هم‌اکنون ما مطلقاً در موقعیتی نیستیم که درباره مطلوبیت توافق قضاوت کنیم. این امر صرفاً پس از انتشار متن امکان پذیر خواهد بود. اما همین حالا، یعنی در حالی که هنوز متنی وجود ندارد، میتوان شاخصهایی را برشمرد که باید ملاک ارزیابی هر گونه توافق باشد. این ملاک‌ها در حکم اصولی است که امکان اندازه‌گیری درجه مطلوبیت متن را فراهم می‌کند. در حالی که حملات کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن ادامه دارد، سازمان ملل از افزایش تلفات غیرنظامی‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در پی تأیید کشته شدن دست کم 40 نفر در حمله هواپیماهای ناشناس
به اردوگاه المزروق در شمال یمن، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که تحت قوانین بین المللی تمامی طرفهای جنگ ملزم به حفاظت از جان و امنیت غیر نظامیان هستند. بمباران اردوگاه المزروق روز دوشنبه صورت گرفت و به گفته امدادگران دست کم 200 تن دیگر نیز در این حمله زخمی شدند که وضع برخی از آنان وخیم گزارش شده است. اردوگاه المزروق در نزدیکی مرز یمن و عربستان واقع شده و فراریان از جنگ به منظور برخورداری از امنیت بیشتر به این منطقه گریختند. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان گفته است که در مورد عاملان این حمله تحقیقاتی به جریان افتاده است. منابع نزدیک به ایران عربستان سعودی را عامل حمله به این اردوگاه دانستند. این در حالی است که وزیر خارجه یمن با اشاره به اینکه پناهجویان مخالف سلطه انصارالله بر شهرهایشان بودند و حوثی‌ها مسئول آسیب دیدن آنها هستند. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن روز سه‌شنبه 31 مارس همچنین در گفتگو با شبکه خبری الحدث خواستار دخالت نیروی زمینی کشورهای عربی در عملیات طوفان قاطع شد. این مقام یمنی که در ریاض به سر می‌برد گفته که پاسخ ائتلاف عربی نسبت به درخواست وی مثبت بوده است. وزیر خارجه یمن نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را به بمباران اردوگاه پناهندگان المزروق متهم کرد. آقای یاسین ادعا کرده است که اکثر حملات علیه غیرنظامیان از سوی حوثی‌ها و صالح صورت می‌گیرد. آقای یاسین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نقش سپاه پاسداران و ایران گفته است قاسم سلیمانی در یمن حضور دارد. وی گفته است که نیروهای سپاه پیش از این مخفیانه در یمن کار می‌کردند، اما اکنون به طور علنی به فعالیت می‌پردازند. در گزارش دیگر منابع نزدیک به عربستان سعودی از ادامه حملات هوایی در شب و روز گذشته خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها نیروی دریایی عربستان سعودی برای نخستین بار وارد عملیات نظامی شده و مواضع حوثی‌ها را در بندر الهدیده در غرب این کشور مورد حملات خود قرار داده است. سرتیب احمد عسیری مشاور وزیر دفاع پادشاهی سعودی اعلام کرد نیروی دریایی این کشور همه منافذ ورودی دریایی یمن را برای جلوگیری از قاچاق سلاح تحت کنترل خود گرفته است. عربستان سعودی اعلام کرده است که عملیات طوفان قاطع را تا زمانی که حوثی‌ها صنعا پایتخت را تخلیه کرده و آرامش به یمن بازگردد ادامه خواهند داد. در همین حال منابع نزدیک به ایران از درگیری شدید میان نیروهای جنبش انصارالله و ارتش یمن با نیروهای ارتش سعودی در مرز دو کشور گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان شمال یمن و منبع قبایلی و عشایری این کشور همزمان با وقوع درگیری‌های شدید که با تبادل راکت، موشک و گلوله توپ همراه بود، بالگردهای سعودی نیز در مناطق مرزی یمن به پرواز درآمدند. در حالی که درگیری‌ها در یمن ادامه دارد، بار دیگر مقام‌های عربستان سعودی ایران را به دخالت در یمن متهم کرده‌اند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی ایران را به ادامه سیاست صدور انقلاب متهم کرده است. وی روز سه‌شنبه همچنین گفت ما جنگ طلب نیستیم اما برای جنگ آماده ایم. به گزارش العربیه وزیر خارجه سعودی با اشاره به اینکه حوثی‌ها و نیروهای صالح با کمک ایران در یمن دست به تخریب می‌زنند اظهار داشت که عملیات طوفان قاطع تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد یافت. مقام های انتظامی و گردشگری در ایران از اتخاذ تدابیری برای برگزاری مراسم 13 به در در شهرهای بزرگ ایران خبر دادند. تندروها در ایران از کاربرد واژه 13 به در اجتناب می‌ورزند و در تریبون‌های رسمی از 13 به در به عنوان روز طبیعت نام برده می‌شود. جلال ملکی سخنگوی آتشنشانی تهران صبح امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره آخرین اقدامات آتشنشانی در روز 13 فروردین یا روز طبیعت گفت فردا در روز طبیعت تعداد کثیری از شهروندان تهرانی در پارک‌ها، بوستان‌ها و فضای سبز پایتخت حضور دارند که ممکن است این حضور یک سری مخاطراتی نیز داشته باشد. آقای ملکی گفته است
آتش نشانی تمهیدات ایمنی و لازم را در نظر گرفته است و علاوه بر آماده باش 116 ایستگاه آتش نشانی، آتش نشانان در 225 نقطه از پارک ها، بوستان های شهر، فضای سبز و جنگل های حاشیه‌ای با انواع موتورسیکلت و خودرو حضور دارند. آقای ملکی با اشاره به اینکه در مجموع 600 نفر از آتش نشانان در قالب اکیپ‌های مختلف در فضاهای سبز پایتخت برای جلوگیری از حادثه حضور دارند گفت در بوستان قوچک که به زودی به بهره برداری می‌رسد و شهروندان می‌توانند در آن بوستان نیز حضور داشته باشند 20 اکیپ همراه 50 آتش نشان و 50 نفر آتش نشان داوطلب حضور دارند. سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت بعضی از مدیران ارشد و عملیاتی با خودروهای سازمانی برای بررسی اوضاع و ایمنی شهروندان در سطح پایتخت مشغول به گشت زنی هستند. سخنگوی آتش نشانی تهران توصیه کرد در روز طبیعت از روشن کردن آتش در بوستانها و جنگلها جدن جلوگیری شود و حتما در جاهای مشخص شده نسبت به روشن کردن آتش اقدام کنند. همزمان و به گزارش ایسنا، ستاد مرکز هماهنگی خدمات سفر نیز از مردم خواسته است در روز 13 بدر مسیرهای نزدیک به شهرها را انتخاب کنند. در اطلاعیه ستاد مرکز هماهنگی سفر گفته شده است با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی نوروز به مسافران و گردشگرانی که قصد سفر دارند، توصیه می شود استانهای همجوار محل اقامت خود را برای سفر انتخاب کنند تا هنگام تردد در مسیر رفت و برگشت با ازدحام تردد در محورهای مواصلاتی مواجه نشوند. این اقدامات احتیاطی در حالی برشمرده شده است که امسال تندروها از ابراز سخن علیه آیین 13 بدر خودداری کردند. سال گذشته برخی چهره های نظام همزمانی آیین 13 بدر با سالگرد مرگ فاطمه دختر پیامبر اسلام را بهانه قرار داده و طی فراخوان‌هایی از مردم خواسته بودند که از برگزاری مراسم 13 بدر که جشن شادی در دامان طبیعت است خودداری کنند. از جمله احمد خاتمی یکی از چهره‌های تندروی اسلامی آن را خرافه خوانده و گفته بود که این مراسم در شأن ایرانیان نیست، اما تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از استقبال مردم از این مراسم بود. امسال نیز مانند سال‌های گذشته مردم در تدارک گذراندن روزی شاد در دامان طبیعت هستند، مراسمی که رهبران مذهبی ایران تاکنون نتوانسته است ایرانیان را از برگزاری آن باز دارند. با پیروزی انقلاب اسلامی تلاش گسترده‌ای توسط روحانیون حاکم انجام گرفت تا اعیاد و بزرگداشت‌های اسلامی جای خود را به جشن‌های ایران باستان بدهد، اما این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است. حزب کنگره پیشروهای نیجریه APC به رهبری محمد بوهاری روز سه‌شنبه 11 فروردین ماه اعلام کرد حاکم نظامی سالهای دور نیجریه بر گودلاک جاناتان رئیس جمهور کنونی این کشور پیروز شده است. گودلاک جاناتان در پیامی مکتوب خطاب به هوادارانش در نیجریه اعلام کرد که در تماسی تلفنی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به محمد بوهاری تبریک گفته و اگرچه هنوز نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده شکست را پذیرفته است. محمد بوهاری با اختلاف بیش از 2 میلیون رای پیروز انتخابات شد. لای محمد سخنگوی حزب کنگره پیشروها در گفتگو با رویترز گفت این نخستین باری است که دولت مستقر در نیجریه صرفاً با رأی مردم و از راه‌های کاملاً دموکراتیک از قدرت برکنار می‌شود. حالا همه جا سخن از این است که مردم نیجریه بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. به گفته لای محمد، گودلاک جاناتان به خاطر پذیرش شکست قهرمان باقی میماند و تنش‌ها هم در نیجریه به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. محمد بوهاری 72 ساله که از ژنرال‌های ارتش بود و نخستین بار 3 دهه پیش در پی کودتای نظامی به قدرت رسید، با کمپین انتخاباتی گسترده‌ای که تمرکزش بر مقابله با فساد سیاسی در نیجریه بود، توانست اکثریت آرا را به دست آورد و به پیروزی برسد. او در فاصله سال‌های 1983 تا 85 حاکم نیجریه بود.
رئیس جمهور آینده نیجریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که از پیروزی خود مطمئن است و از مردم به خاطر اعتمادشان تشکر می‌کند. پیروزی اون نشانه است از رویگردانی افکار عمومی نیجریه از گودلاک جاناتان و حزب دموکراتیک خلق PDP که در 5 سال گذشته بر این کشور حکومت کرده است. دولت او رسوایی‌های متعدد اقتصادی و سیاسی را به وجود آورد و با انتقادات گسترده‌ای برای مجال دادن به رشد و گسترش افراط‌گرایان بوکو حرام روبروست. این نخستین بار در تاریخ نیجریه است که یک رئیس جمهور حاکم در انتخابات شکست می‌خورد. هواداران ژنرال بوهاری حالا به خیابان‌های شهرهای گوناگون نیجریه ریختند و پیروزی در تنگاتنگ‌ترین رقابت تاریخی نیجریه را جشن گرفتند. بررسی نتایج اولیه انتخابات نیجریه نشان می‌دهد که محمد بوهاری در 19 ایالت از 36 ایالت به پیروزی رسیده، در حالی که گودلاک جاناتان آرای اکثریت را تنها در 14 ایالت به دست آورده است. محمد بوهاری در 3 انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم نامزد شده بود، اما هیچگاه به پیروزی نرسید. حزب دموکراتیک خلق از سال 1999 که حکومت نظامیان بر بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا پایان یافت، بر نیجریه حکم رانی می کرد. قطعی ناگهانی شبکه برق سراسری در ترکیه شوک بزرگ روز سه‌شنبه برای مردم و مسئولان این کشور بود، چرا که هیچ کس به درستی نمیدونست علت قطع یکباره برق آن هم در بخش بزرگی از این کشور به چه دلیل هستش. 31 استان ترکیه روز سه‌شنبه از ساعت 10:30 صبح تا پاسی از شب شاهد قطعی برق بود، به نحوی که فعالیت‌های روزمره در این کشور با اخلال روبرو شد، از جمله در کلان شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر خطوط مترو و تراموا برای ساعاتی از کار افتاد و بسیاری از مسافران در کابین‌های قطار حبس شدند. فرودگاه‌ها همزمان با اختلال برق ناچار به تغییر مسیر برخی هواپیماها شدند. همینطور خط تولید بسیاری از کارخانه‌ها متوقف شد و حتی بسیاری از دادگاه‌ها جلسات خودشون رو تعطیل کردند. اما با مختل شدن زندگی روزمره مردم، در این میان حدس و گمان‌های زیادی در مورد دلایل این اتفاق مطرح می‌شد. یافتن پاسخ این معما هم موجب شد تا دولت در این زمینه کمیته بحران تشکیل بده. در این رابطه احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اگرچه نقص فنی می‌تونه دلیل این اتفاق باشه، اما ما هم همه احتمالات از جمله حملات سایبری و تروریستی رو نیز مد نظر داریم و بررسی خواهیم کرد. تانر ایلیز وزیر انرژی ترکیه هم در یک مصاحبه تلویزیونی، البته کمی محتاطانه تر از داوودوغلو، اگرچه احتمال خرابکاری در شبکه برق رو رد نمی کرد، اما معتقد بود نمیشه به طور قاطع علت این اتفاق رو به حملات سایبری و تروریستی نسبت داد. او گفت آنچه مسلم هست، ما در بخش عرضه برق مشکلی نداریم و اشکال فنی در شبکه سراسری هستش. بر روی تا لحظه تنظیم این خبر هنوز دلیل روشنی برای این اتفاق اعلام نشده و مقامات امنیتی و کارشناسان در این زمینه مشغول تحقیقات بیشتری هستند. اگرچه قطعی برق در ترکیه مسئله تازه‌ای نیست، اما بی سابقه بودن اتفاق روز سه‌شنبه احتمال اینکه این مسئله از قبل سازماندهی شده باشه رو خیلی تقویت کرده، چرا که در گذشته هم سابقه داشته که برخی گروه‌های نظامی مخالف دولت نیروگاه برق رو هدف عملیات نظامی خودشون قرار داده باشه. واشنگتن کمک نظامی به مصر را از سر می گیرد. دولت آمریکا از سرگیری کمک نظامی به مصر یک روز پس از آن اعلام کرده که فرماندهان ارتش آمریکا از حمایت آمریکا از تشکیل نیروی نظامی مشترک عربی خبر داده بودند. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به تعلیق ارسال کمک نظامی و تسلیحاتی به مصر پایان داده است که 2 سال پیش در پی وقایع خونبار سرنگونی محمد مرسی شکل گرفته بود. کاخ سفید آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور در حالی که قاهره را به انجام اصلاحات سیاسی تشویق میکند، ارسال تسلیحات را از سر گرفته و برخی تغییرات دیگر در روابط نظامی با این همپیمان دیرین خود ایجاد میکند. واشنگتن در تاریخ 17 مهر ماه 1392 ارسال بخشی از سلاح‌ها و کمک‌های نظامی و مالی خود به مصر را در پی خشونت‌ها در آن کشور که با سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری برآمده از اخوان المسلمین شکل گرفته بود، متوقف کرد.
در این میان ارسال تجهیزات و تسلیحات موشک‌های هارپون یا قطعات تانک‌های M1 E1 و نیز 260 میلیون دلار کمک مالی متوقف شده بود. به گزارش رویترز، به نقل از برنادت میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، اوباما ارسال 12 فروند هواپیمای F-16، 20 موشک هارپون و 125 قطعه از تانک‌های M1E1 را آزاد کرده است. خانم میهان گفته است این تصمیم در راستای امنیت ملی آمریکا گرفته شده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که باراک اوباما و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی آنها در مورد شرایط و تنش‌ها در منطقه نیز صحبت کردند. مصر در کنار عربستان سعودی از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که به نبرد با شورشیان حوثی در یمن می‌پردازد. بنابر گزارش‌ها حوثی‌ها از پشتیبانی ایران برخوردارند. مقام‌های رسمی در تهران دخالت در اوضاع یمن را رد می‌کنند. به گفته واشنگتن، آمریکا قصد دارد روش ارسال کمک‌های نظامی خود به مصر را با تمرکز بر مبارزه علیه تروریسم، امنیت مرزها، امنیت دریایی و امنیت صحرای سینا، جایی که شبه نظامیان وابسته به حکومت اسلامی حضور دارند، مدرنیزه کند. تا 2 سال پیش کل کمک‌های آمریکا به مصر مبلغی نزدیک به 1,300,000,000 دلار را بالغ می‌شد. باراک اوباما گفته است بار دیگر از کنگره آن کشور خواهد خواست این مبلغ را به مصر اختصاص دهد. اما به گفته کاخ سفید، واشنگتن از سال مالی 2018 فروش اعتباری تسلیحات به مصر را متوقف می‌کند. آمریکا از زمان صلح میان مصر و اسرائیل در پایان دهه 70 میلادی سده گذشته به مهمترین کشوری برای مصر تبدیل شد که کمک‌های نظامی و مالی گسترده‌ای را در اختیارش گذاشته است. همزمان خبرگزاری‌ها به نقل از روزنامه کویتی الرای اعلام کردند که ارتش مصر 2000 چتر‌باز را به بندر المخا از توابع استان تعز در یمن اعزام کرده است. روزنامه الرای نوشته است که ارتش مصر شمار دیگری از نیروهای خود را نیز در تنگه راهبردی باب المندب برای حفاظت از این تنگه مستقر کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که نیروهای مشترک عرب در نظر دارند راه ورود جنبش انصار الله به بندر المخا یا تنگه باب المندب را ببندند تا آنها نتوانند بر این دو منطقه مسلط شوند.